سلام. برای بحث و بررسی نگاهی به چشم‌اندازهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی با برنامه تیک تاک همراه شما هستیم. برنامه‌های امروز: جنگ 8 ساله عراق و سوریه، رابطه عمیق استراتژیک نظام و جنگ در خیابان‌های تهران، سدسازی‌های سپاه، دستبرد آب‌های فسیلی چند هزار ساله، پرتاب ماهواره، موضوعاتی ناهمگون اما با علل مشترک در نظام ولایت، جنگ یا ننگ. محل‌های مسقف اماکنی خطرناک برای شیوع کرونا، اما بازار بازگشایی می‌شود. تردد با مترو و اتوبوس خطرناک. استفاده از خودروی شخصی عامل ترافیک. تناقضی بی پاسخ. پشت حرف‌های 31 فروردین روحانی چه بود؟ بررسی در گفتگوی سیاسی. آمارهای وزارت بهداشت رژیم. مقاومت ایران. این آمارها بارها کمتر از آمار واقعی است. واقعیت چیست؟ آمارهای حکومتی دروغ یا واقعیت؟ قضاوت با شما. شبکه‌های اجتماعی، پنجره رابطه در جامعه زیر خفقان، نبض جامعه در محیط‌های مجازی همراه با بخش فضای مجازی. سازمان بهداشت جهانی و هک ایمیل‌ها، ردپای رژیم ایران، تحریش شکست خورده یا موفق، چرایی ها و پیامت ها در گفتگو با دکتر رامش سپهراد از دانشگاه جورج میسون آمریکا. خطر خشونت و شورش، انفجارهای مقطعی، کرونا بحران ها را تعمیق می بخشد. پشت پرده کشتن هزاران جوجه در بخش نگاهی به رسانه های حکومتی. نماز عید فطر در خانه ها، بازگشت به زمین در شرایط بسیار متفاوت. فضانوردان ایستگاه فضایی بین‌المللی در بازگشت به خانه چه دیدند؟ دریای سیاه مهمان مانوری نظامی، ناتو و اوکراین مانوری مشترک. ستاره رقصان آلبرت اینشتین خوشحال از اثبات تئوری خود. رصدخانه ای او اس چه دید در بررسی رسانه‌های جهان؟ همراه ما باشید با برنامه تیک تاک. برنامه امروز رو با یک گزارش سیاسی از شرایط کنونی شروع می‌کنیم. بعد از اون به بحث و بررسی حول این گزارش خواهیم پرداخت. روحانی امروز در جلسه ستاد کرونا باز هم به دروغ درمانی‌های خود برای توجیه برداشتن قرنطینه نیم بند ادامه داد و مدعی شد که تعداد مراجعه به بیمارستان‌ها کمتر شده است. در مجموع هم در گزارشی که دیروز ما در بحثمون داشتیم و هم امروز اینه که مردم بسیار کمک کردند و همکاری کردند، پروتکل‌ها رو مراعات کردند. کسبه پروتکل‌ها رو مراعات کردند. دلیلش اینه که ما هیچ هجومی در مسئله مبتلا شدن یا بیمارستان نداشتیم. این معناش این نیست که موضوع کرونا تمام شده یا باید مراعات نکنیم. روحانی در توجیه آمار بیماران گفت: الحمدلله آمارشون در این روزهای اخیر هر روز خوشحال کننده تر بوده. هم بستری ها کمتر شدن، هم بستری هایی که حالشون خطرناک هست نسبت به قبل یه مقدار کمتر شدن، و هم اونهایی که
جزو فوتی ها بودن کاهش پیدا کردن در این روزها. همه اینها برای ما بسیار مغتنمه. آخرین نکته‌ای که در این جلسه امروز مورد بحث قرار گرفت، مسئله حمل و نقل در شهرهای بزرگ مثلا تهران بود. خب ما دوچار یک تضادی شدیم. اگر به مردم توصیه کنیم که با مترو و اتوبوس مسافرت داخل شهر رو انجام بدن، اشکال بهداشتی اون پروتکل ها سخته اجراشو. اگر هم بخوایم بگیم مردم از ماشین شخصیشون استفاده کنن، ترافیک درست میشه. و خب ما این راه دوم رو انتخاب کردیم، مردم تشویق کردیم با ماشین شخصی بیان، بنابراین این ترافیک رو درست کرده. رئیس جمهور ارتجاع درباره ماه رمضان هم صحبت کرد و به مردم هم توصیه دعا و راز و نیاز کرد، اما قول هیچ گونه کمک جنسی یا نقدی به روزه‌داران را نداد و آن را به عهده خود مردم گذاشت که به یاری نیازمندان بشتابند. چون ماه رمضان ما مراسم به اون صورت، مراسم تجمع، مراسم افطاری به اون صورتی که بوده نداریم، همه مردم به یاری افراد نیازمند بشتابند. به هر حال میشه از طریق مالی، از طریق کالاها و اجناسی که مورد نیاز مردم هست به اونها هدیه داده بشه. یه مقدار مشکلات اونهایی که از اقشار آسیب پذیر هستند در این ماه مبارک رمضان کمتر بشه. روحانی امروز باز هم تاکید کرد که با وجود همه خطرهای کرونا مردم باید سر کاراشون برن. حتی تاکید کرد اماکن مثقف در زمینه شیوع کرونا بسیار خطرناک هستن، اما با این حال گفت از اول اردیبهشت بازار هم باز میشه. البته وقتی هم مقاومت ایران هشدار میده که رژیم داره مردم رو به میدان مین کرونا میفرسته، بالا تا پایین رژیم دادشون بلند میشه که متاسفانه بعضی موقع از اخباری میاد در فضای مجازی، مشخص هم هست که منشأ خبر ضد انقلاب هست و در حقیقت رسانه‌های معاند که برای تخریب اعتماد ملی و به هم ریختن ذهن مردم با این هدف این کار رو دنبال میکنن. بنابراین می‌بینیم خود رژیم با یک موضوع بغرنج طرفه که حرفای 31 فروردین روحانی هم نمیتونه تأثیر پذیرفته از این وضعیت بغرنج نباشه. برای بررسی حرفای روحانی و نگاه ژرف‌تر به اهدافش، آقای علیرضا مدنچی در استودیو همراه ما هستند. سلام میکنم به شما. سوالم اینه که هدف روحانی از حرفای امروزش چه بود؟ هدف این بود که همون خط استراتژیک و راهبردی رو که در واقع خط نظام هست و خامنه‌ای رو تعیین کرده و روحانی هم بیشکاف و بدون چون و چرا داره اون رو اجرا میکنه، این رو به اصطلاح توجیه بکنه. این خط چیزی نیست جز لغو قرنطینه نیم بند در همون حدی که بود، تحت عنوان فاصله گذاری هوشمند و در واقع به کام مرگ فرستادن جمعیت کثیری از مردم ایران. بعضی ها حتی رقم تخمین هایی که میزنند میگن که 2-3 میلیون نفر ممکنه که به قیمت جان اونها تموم بشه. خب خط خامنه‌ای اینه که این به اصطلاح این خط که تحت عنوان تولید و اقتصاد اسمش رو گذاشته، به هر قیمتی که هست، این به هر قیمتی هست عبارت خود خامنه‌ای در سخنرانی روز 13 فروردین، این باید پیش بره به هر قیمتی که هست، یعنی حتی به قیمت جان میلیون ها نفر. خب طنز تلخ ماجرا اینجاست که رژیمی که ضد اقتصاد بوده، رژیمی که حرف خمینی رو همه به خاطر دارند که اقتصاد مال خر است، بله، چطور یک مرتبه اینطور سینه چاک اقتصاد شده؟ در واقع اقتصاد در این رژیم اسم مستعار غارت و چپاول سیستماتیکه، اسم مستعار فساده، همونطور که هر روز هم خبرهاش رو میشنویم و رسانه های رژیم رو بازگو میکنن. این اقتصاد که عرض میکنم، رژیم بین دو تا به اصطلاح گزینه قرار داشت، دو تا انتخاب پیش روش بود وقتی که ماجرای کرونا مطرح شد و معلوم شد که سراسر کشور آلوده به کرونا است، که رسانه های رژیم از اون با عنوان دوگانه جان و نان ازش اسم می بردند، یعنی اینکه یا جان مردم باید تامین بشه یا نان اونها، یعنی اقتصاد.
اما برخی دیگر از رسانه‌ها توصیف دقیق‌تر و درست‌تری از این قضیه به دست دادن و گفتند که دوگانه جان و امنیت، یعنی جان مردم یا امنیت نظام، یا بایستی جان مردم با حفظ قرنطینه حفظ می‌شد که رژیم نمی‌خواست این بها رو بپردازه و خامنه‌ای نمی‌خواست دست در جیب خودش بکنه و هزینه قرنطینه رو بپردازه، یا بایستی امنیت نظام حفظ می‌شد. و خب اینجا رژیم و خلیفه ارتجا همواره گزینه‌شون گزینه دوم بوده، یعنی امنیت نظام رو به هر قیمتی و به هر چیزی ترجیح میدن. اینه که به جای اینکه دست بکنه به جیب خودش و هزینه قرنطینه رو بپردازه، دست کرد در جیب مردم و در جان مردم، این بها رو از جان مردم پرداخت با برداشتن همون قرنطینه نیم بند تحت عنوان فاصله گذاری هوشمند که می‌بینیم دیگه الان امروز و از دیروز که به اصطلاح این فاصله گذاری هوشمند در تهران شروع شد، به گفته دستاندرکاران رژیم میزان تراکم و ترافیک دو برابر میزان 75 تا دو برابر میزان سال گذشته بوده. بله. حالا یک سوالی ازتون بکنم. شما تو صحبتتون اشاره کردید که روحانی داره خط خامنه‌ای رو پیش می‌بره. بله. در حالی که ما حتما خودتون هم دیدید که مدیران به اصطلاح مدیران نظام مخالف این صحنه هستن، نغمه مخالف کوک کردن، علتش چیه؟ خب ببینید، آخه واقعیت مسئله اونقدر بزرگه و فاجعه اونقدر هولناکه که روحانی با این دروغ درمانی های خودش، با این وارونگویی های خودش نمیتونه رو سرپوش بگذاره و بپوشونه، این بیرون میزنه. ضمن اینکه این مدیران به اصطلاح میانی کسانی هستند که به هر حال با بیمارستان ها، با رؤسای بیمارستان ها، با پزشکان در تماس هستند، با مردم در تماس هستند و فشار فوق العاده سنگین روی اینها هست که چرا دارن اینها کتمان میکنن واقعیت رو، چرا واقعیت ها رو مردم نمیگن، چرا نمیگن که این آزاد کردن ترددات و به اصطلاح برداشتن فاصله گذاری ها منجر به چه فاجعه ای میشه و اینها ناچارن که این رو به اصطلاح ابراز بکنن و بگن. ضمن اینکه خود اینها هم آخه در معرض خطر هستن، خودشون و خانواده شون، به این دلیل هم نمیتونن خیلی ساکت باشن. علاوه بر این بخشی از اینها که ممکن در سطوح بالاتر رژیم هم باشند، اینها نگران وضعیت رژیم و نگران سرنوشت رژیم هستند، چون وقتی که یک چنین فاجعه ای در کشور به وقوع بپیونده که جان صدها هزار یا میلیون ها نفر اینجوری از بین بره، دیگه اون وقت شرایط عادی نیست، دیگه این رژیم نمیتونه به حکومت خودش ادامه بده. بنابراین اینها در واقع از این مسئله هم خیلی بیمناک هستند و اینه که در حرفاشون میبینیم که مرتب روزنامه ها و مهره های رژیم هشدار میدن به رژیم و میگن که آقا این خطی که شما دارید میرید به وضعیت فاجعه باری منجر میشه. مثلا اجازه بدید بعضی از اینها رو من بخونم. مثلا یکی از روزنامه ایران که ارگان خود دولت روحانی هست، از قول یک جامعه شناس نوشته بود که کرونا بحران های قبلی رو تشدید خواهد کرد. یا یکی دیگه از مهره های اصلاح طلبان به نام اسخرزاده این هشدار داده بود که ما شاهد استمرار قیام ها خواهیم بود، با یادآوری قیام های دی و آبان این رو گفته بود و اگر که گفته بود اگر به خواسته های مردم توجه نشه شاهد ناآرامی ها و قیام خواهیم بود. یا یکی دیگه از اعضای مجلس ارتجاء به نام ایمنزاده جعفرآبادی، اون هم گفته بود که چشمانداز اقتصادی وحشتناکه. و اینجاست که می‌بینیم که مثلا دیروز که جهانگیری صحبت کرده بود، گفته بود که چرا شما با این حرف‌ها در واقع پاسگل میدید به ضد انقلاب که اونها با استفاده از این رسانه‌های بیگانه پمپاژ ناامیدی بکنن و مردم رو مایوس بکنن. در واقع مسئله اینه که خامنه‌ای می‌خواست از این قضیه به عنوان یک فرصت و نعمت، این فرصت و نعمت که عرض میکنم باز هم دو عبارت خاص خامنه‌ای هست در همون سخنرانی 13 فروردین خودش، از کرونا به عنوان نعمت و فرصت استفاده بکنه و فرجه بخره برای بقای رژیم، ولی مقاومت ایران این رو بر سر رژیم خراب کرده و الان این رویای شوم خامنه‌ای یک تعبیر معکوسی پیدا کرده. بله. و همونطور که رهبر مقاومت گفتند، بایستی که این وضعیت رو تبدیل کرد به شورش و قیام علیه رژیم و هر مرگ در واقع تیک تاکی است که پایان رژیم رو به اصطلاح اعلام میکنه و ازش خبر میده. بله. خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادین. شما تو صحبتاتون به ماهیت غارتگرانه رژیم هم اشاره کردین. اجازه بدین تو
پایان صحبتامون یک کارشناس حکومتی که حرفای زده بشنویم که گوشه ای از همین چپاول نهادینه شده رو هم تحت عنوان خصوصی سازی بهش اعتراف میکنه. این رو ببینیم و ازتون هم در انتهای گفتگو تشکر می‌کنم. یک اقتصاد نفتی وقتی که شروع میکنه به خصوصی سازی، خب ناهنجاری ها رو تشدید میکنه. من اون چیزی که در ایران تا الان اتفاق افتاده در تمام 40 سال گذشته رو صرف نظر از این که 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا دولتی اومدن که کاملا از 4 تا 3 تا کهکشان متفاوتن، نه فقط سیاره یا منظومه شمسی متفاوت، همه رو در راستای تشدید غارت دیدم. به نظر من خصوصی سازی در ایران با توجه به بافتی که انجام شده و مسیری که در عمل طی کرده، جز تشدید غارت و انتقال رانت از منابع دولتی به واسطه به طبقات وفادار به حکومت و به اون دولت، چیز دیگری نبوده. حالا اگر توی دولتی این خصوصی سازی افزایش پیدا کرده، سرعتش بیشتر شده، سرعت غارت بیشتر شده، اگر پایگاه طبقاتی اون دولت پایگاه گسترده تری بوده، توزیعش مناسب تر بوده، اگر طبقات کوچکتر و اقلیتی بودن اون غارت تشدید می شده. ولی واقعیت قضیه اینه که شما اگر بخواید به امر تعدیل ساختاری اقتصادی نگاه کنید که یکی از ارکانش معمولاً در ادبیات اقتصادی جهان خصوصی سازی شناخته میشه، خب میبینید که در ایران به نظر من قابلیت اجرا نداشت از ابتدا و منم از ابتدا مخالفش بودم و تو سازمانی هم کار میکردم که بنا بود که پیشتاز این باشه در عمل هم اتفاق نیفتاد، چون ما تجربه خصوصی سازی دوره محمد رضا پهلوی رو داشتیم اون موقعی که شروع کردیم به خصوصی سازی. من از ابتدا مثلا نظرم این بود که دولتی که سالانه 10 15 20 میلیارد دلار دولتی سازی میکنه از طریق هزینه های عمرانی، خب خیلی خنده داره که 2 تا 5 تا 10 میلیارد دلار اینو از اون برای استخر خالی کنه. خب همین اول نریز تو استخر که مجبورش خالیش کنیم.